سلام دوستان عزیز خیلی خوشحالم که یک بار دیگه به من اجازه دیدین که در خونه باشم و باهاتون راجع عیسی مسیح تفکر رو صحبت بکنیم از چند جلسه پیش به این سو ما راجع عیسای مسیح راجع شخصیت، راجع کار خداوند تفکر کردیم، راجع مقام عیسی به عنوان کاهن صحبت کردیم، گفتیم که کهانت عیسی مسیح چندین جنبه داره یکی کار فدیه دادن عیسی مسیح راجب اهمیت اون فدیه تفکر کردیم راجب یگانگی و منحصر به فرد بودن اون فدیه تفکر کردیم امروز میخوایم راجع به لزوم فدیه صحبت کنیم چرا فدیه لازم بود؟ آیا راه دیگری جز فدیه وجود داشت یا نه؟ صحبتی که پیش میاد همیشه و سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اگر خدا قادر مطلق هست که هست و آیا اگر خدا محبت هست که هست آیا خدا اگر رحمت داره که داره چرا راه دیگر انتخاب نکرد آیا نمیتونست خدای قادر مطلق از سر محبت و رحمت خودش راه دیگری رو انتخاب بکنه که دیگه میبره برای فدیه ایسای مسیح پیش نیاد آیا حتما لازم بود که عیسی مسیح بیاد به مانند یکی از ماها بر روی زمین زندگی بکنه بر صلیب رنج بکشه با مرگ و رستاخیز و خودش ما را فدیه بکنه آیا راه دیگه وجود داشت اگر راه دیگه وجود داشت چرا خدا اون راه را انتخاب نکرد یا اگر که راه دیگه وجود نداره چرا حتما این روش باید تنها روش باشه برای نجات ما این سوال هاییه که خب قرنهاست که ذهن متفکرین مسیر رو به خودش مشغول کرده و ما هم امروز سعی میکنیم فقط این سوال ها رو یکم مطرح بکنیم و یه خیلی سطحی بهشون بپردازیم از کلام من میدونم که مطالعه عمیق اینها خودش مستلزم کلاس دانشگاه هستش و خب ما هم نه وقتش رو داریم نه اینجا مضمون این کار هستش که بخوایم ما کلاس تفکر الهیاتی عمیق داشته باشیم ولی لازمه که از این سوال باخبر بود و از جواب هایی که داده میشه هم باخبر بود پس من صرفا میخوایم این موضوع رو معرفی بکنم ولی قبل از که این کار رو بکنیم بیاییم دعا بکنیم و درسمون رو با دعا شروع بکنیم پس بیاد با هم دعا کنیم ای خداوند تو رو شکر میکنم که تو به ما مغز دادی تو به ما عقل دادی تا تو رو با تمامی دل و با تمامی قوت و تمامی ذهن خود محبت بکنیم میدانیم که هر وقت که ما فکر میکنیم راجع به تو هر وقت که تفکر میکنیم و تعقل میکنیم به یک نوع داریم تو رو جلال میدیم چون تو خدایی هستی که به ما ذهن دادی تو رو شکر میکنیم که تفکر مسیحی با تعقل دور نیست و بیگانه نیست بلکه میتونیم ای خداوندا وقتی که راجع به عیسی مسیح فکر میکنیم از مغزمون استفاده کنیم و لازم نیست حتما ذهن خود رو دور بیاندازیم ای خداوند به ما قوت بده که مطالب امروز رو ما خوب درک بکنیم و با مغزمون با عقلمون بتونیم تو رو خدمت بکنیم و جلال بدیم به نام ایسای مسیح آمین خب اهمیت فدیه لزوم فدیه آیا راه دیگه به لزوم فدیه وجود به جز فدیه وجود داشت اگر دیدیم که فدیه مطابق اراده نیکوی خدا بود درباره سرمنشه فدیه که صحبت کردیم دیدیم که علت این کار مسیحی بود که میخواست اراده خدا رو انجام بده اراده نیکوی خدا رو انجام بده حالا پرسش اینجاست آیا خدا میتونست از طریق دیگر اراده خودش رو نشون بده چرا لازم بود مسیح کشته بشه چندتا دلیل میشه اینجا به بخاطر در پاسخ به این سوال. یکی اینکه این نقشه خدا بود زمانی که خدا نقشه نجات ما رو تدارک میدید رو این روش رو انتخاب کرد خدا آیا میتونست از طریق دیگه ای این کار رو انجام بده چرا حتما از این راه نقشه کشید سه دیدگاه وجود داره سه دیدگاه تاریخی وجود داره که من میخوام سه دیدگاه رو براتون معرفی بکنم و بگذاریم و بعد اون دیدگاهی که من فکر میکنم بیشتر به عقل و منطق حداقل من جور در میاد و من پیرو اون دیدگاه هستم که آبیش اونو بیشتر روش تفکر بکنیم یکی دیدگاه پدران کلیسا آتنسیوس و سنت انسل اینا میگفتن که خدا لازم بود که انسانها رو نجات بده یه الزام دوگانه بود و لازم بود که خدا از این طریق این کار رو به انجام از طریق صلیب این کار رو به انجام برسونه. پدران کلیسا معتقد بودن که خدا نمیتونست اجازه بده که مخلوقاش تباهی رو ببینند و بنابراین لازم بود که از این طریق این کار رو انجام بده پس یه ارزام دوگان است خدا لازم میدونه که مخلوقش رو که در گناه هفته نجات بده و لازم هم هست که از این طریق نجات بده یک الزام بر خدا قرار میگیره حالا اعتراضی که به این نظریه وجود داره این است که خدا رو نمیتونیم ما ملزم به چیزی بکنیم خدایی که قادر مطلقه من و کسی دیگه نمیتونیم ما خدا رو ملزمش بکنیم پس نظریه دیگری آمد که نظریه پدران غرب هستش اون اتونیسیوس پدران شرقه جز پدران شرق مال مصر بودش اسکندریه بود آگوستین رو بیشتر با پدران غرب مربوط میکنن سن آگوستین میگه که و سن توماس اکویناز این دوتا میگن چی؟ میگن این الزام فرضیه لوتر و کلوین هم مارتین لوتر مال نزاد پروتستان ها و جان کلوین که اونم باز جز همون بنیانگذاران گذاران نهضت پروتستانیسم باشه اینا معتقد بودن این که یه نوع الزام فرضی وجود داره یعنی چی یعنی خدا میتونست که انسان رو بدون فدیه نجات بده او پادشاه او نمیشه به کاری ملزمش کرد ولی اون مسیر صلیب رو انتخاب کرد و به یک شکل خودش ملزم کرد خودش خودش رو ملزم کرد که از این طریق نجات بده از طریق صلیب بود که قدرت محبت و فیض عیسی مسیح به نمایش گذاشته میشه از نظر از طریق صلیب بود که خدا میتونست تمامی عهد رو انجام بده تمامی کارها رو انجام بده و از طریق صلیب بود که میتونست اونجوری که من و شما میتونیم درک بکنیم ما رو فدیه بده پس از طریق صلیب از طریق مرگ بر از داخل عیسی مسیح خدا ما رو فدیه کرد چون بر خودش این الزام رو قرار داده بود خدا تحت تاثیر یک نوع احساس الزام درونی بود که خودش رو مجبور کرد که بشر رو اینگونه نجات بده آم صحبتی که هستش اینه که اون پدران شرق یک نوع الزام مطلق رو بر خدا قرار داده بودن آگوستین و آکویناس و لوتر و کلوین اینها میان میگن که نه ما نمیتونیم الزام مطلق رو بگذاریم یک نوع الزام نسبی که از درون جوشه خدا خودش رو ملزم میکنه که از این طریق ما رو نجات بده یک حالا سوال که مطرح میشه میگه که باز چرا خدا مجبور بود که از این کار کارو بکنه چرا خدا مجبور بود که از طریق جس شدن و صلیب انسان رو فدیه بکنه پاسخ این است که خدا لازم نبود که صلیب رو تحمل بکنه و اگه خدا میخواست میتونست از راه دیگری این کار رو انجام بده ولی داوطلبانه از طریق صلیب مس... پیش رفت خب یه نظریه سومی وجود داره که این نظریه من کمابیش من باهاش موافق تر هستم و این میگه که خدا پادشاهه خدا بر جهان حاکمه و هیچ گونه تعهد و الزامی برای نجات انسان خاطی نداره یاد اون باشه که ما دشمنی میکنیم وقتی که در گناه هستیم با خدا دشمنی میکنیم و خدا هیچ نوع الزامی نداره که به خاطر دشمنانش بیاد این گونه جانفشانی بکنه و هیچ نوع تحت فشارم نبود نه از درون نه از بیرون ولی زمانی که خدا نقشه نجات انسانها رو میکشید حالا باز دیدگاه هستش که آیا این نقشه نجات رو قبل از سقوط آدم و حوا در گناه کشید یا اینکه بعد از سقوط آدم و حوا در گناه کشید اون یه مبحث دیگه است ما اصلا واردش نمیخوایم بشیم چون اون خیلی وقت ما رو میگیره و شاید هممون هم گیج بشیم ولی خدا خیشتن رو موظف کرد در اون نقش وقتی داشت نقشه نجات مال می میکشید خیشتن رو موظف کرد که به گونه بشر رو نجات بده که اون طریق نجات یک آینه ای باشه یک پرتو افکنی باشه از شخصیت خدا یعنی چی خدا میتونست یه بشکم بزنه همه ما نجات بده ولی این بشکن زدن خدا تمامی شخصیت و طبیعت و محبت خدا رو نشان نمیداد ما نجات پیدا می کردیم ولی درک نمی کردیم که چجوریه ما نجات پیدا می کردیم ولی معلوم نبود که از این نجات ما چه چه مکاشفه ای داره از ذات خدا ولی وقتی که از طریق صلیب خدا ما رو نجات میده وقتی عیسی مسیح میاد مانند ما میشه و ما رو فدیه میکنه این نقشه نجات خدا باعث میشه که ما راجب قدوسیت خدا راجب دوری او از گناه و تنفر او از گناه راجب عهد نگاه داشتن او راجب جانفشانی او راجب محبت او راجب صبر او راجب ملاطفت او خیلی چیزهای دیگه ما میتونیم از خدا یاد بگیریم و صلیب در واقع نه تنها فدیه ما هست بلکه اضافه بر اون مکاشفه هم هست اضافه بر اون نشون میده که خدا داوره اضافه بر اون نشون میده خدا چقدر محبت نشون میده خدا چقدر مقدس نشون میده خدا چقدر عهد میبنده نشون میده و غیره و غیره و غیره, و غیره. پس چرا خدا خود رو ملزم ساخت که از طریق صلیب ما رو نجات بده این نظریه سوم نظریه بر این صحبت که از طریق صلیب خدا پرده برداری کرد مکاشفه کرد کشف هجاب کرد خب حالا من خاطر این نظریه چهار تا سری چهار تا سری استدلال چهار تا, دلیل وجود داره حداقل به زن من که من اینا رو بخوام براتون صحبت بکنم که چجوره که در صلیب خدا نه تنها ما رو فدیه میده بلکه خدا خودش رو بر ما مکشوفتر میکنه ببینید اگه یادتون بیاد درسای اول درسای اول من راجع به دو جور مکاشفه صحبت کردم گفتم که ما مسیحی ها معتقدیم که خدا رو از دو طریق میشه شناخت یکی مکاشفه عام هست که بر همگان روشنه کوه دریا آب، باد مه خورشید و فلک این م... مکاشفه عام بر همگان در همه اعثار و قرون و نقاط دنیا این مکشوف شده ولی این مکاشفه عام خیلی محدوده و نمیشه مکاشفه عام رو گرفت و بگیم خب ما از, ت... از این طریق میتونیم خدا رو بشناسیم ما از این طریق میتونیم خدا را تا یه حدی بشناسیم ولی مکاشفه عام به ما راجب گناه راجب تمرد راجب طریق نجات اینها چیزی نمیگه پس مکاشفه خاص لازمه که اون مکاشفه خاص کلام خدا کتاب مقدس و ایسای مسیح هستش ایسای مسیح اون مکاشفه خاص خدا هستش که ما پدر رو کسی ندیده کلام میگه اون که پسر رو دید پدر رو دیده عیسی میگه من و پدر یکی هستیم اگر من رو دیدید پس پدر رو هم دیدید پس این مکاشفه خاص به این شکله که آنچه که مسیح هست خدا هم هست چون ما مسیحا معتقدیم که عیسی مسیح شخص دوم ت... تسلیسه و مسیح به ما تمامیت خدا رو تا اونجایی که ما میتونیم ببینیم تا اونجایی که برای نجات ما لازمه به ما نشون میده صلیب اون هم به ما قدوسیت داوری محبت و هزار یک نکته دیگر رو مکشوف میکنه خب حالا چند تا استدلال یکی اینکه خدا خود رو ملزم کرد به صلیب به این خاطر که خدا میخواست ماها رو که نجات بده عادل بکنه و نجات بده ببینید این خیلی مهمه در تفکر مسیحی ما یک کلمه داریم به نام عادل شدن این رو خیلی مواظب باشیم که معنی دیکشنری در مقابلش قرار ندیم یعنی چی؟ فرهنگ لغت شما باز میکنید کلمه عادل رو نگاه میکنید میبینید که یه معنا داره اونم دادگستر آدمی که جانب حق و میخواد رعایت بکنه و غیره این معنی رو ما نباید استفاده بکنیم برای کلام خدا چرا؟ چون که در کلام خدا در اون قاموس کتاب مقدس کلمه عادل یک معنی دیگری داره معنی دادگستر هم داره ولی معنیش خیلی عمیقتر از این صحبت هاست و ما باید در مضمون کتاب مقدس معنا رو جستجو بکنیم نه در مضمون فرهنگ لغت مثلا امیر یا معین یا غیره چرا؟ وقتی که یک کسی میخواد فرهنگ لغت بنویسه ها آقای دهخدا میخواد اون فرهنگ لغت معروفش رو بنویسه میان یه کلمه رو میگیرن تمامی ادبیات فارسی که در دسترسشون هست در اختیارشون هست مطالعه کردن اون کلمه رو معنیش رو پیدا میکنن و این میشه دامنه معنی پس چجور میشه میان میگیم که یه کلمه مثل آفتاب اوکی؟ کلمه آفتاب میگیرن نگاه میکنن میرن آفتاب به معنی اون ستاره که در آسمان در شعر حافظ چه معنی میده در شعر فردوسی چه معنی میده خاقانی چی گفته فلانی که چی گفته تمام این معنی رو جمع کنم میشه یک دامنه پس آفتاب به معنی روشنی هم ممکنه بیاد به معنی خشک شدن هم ممکنه بیاد به معنی حرارت هم ممکنه بیاد حالا یه کلمه مینی پنج تا دا معنی داره یه کلمه مینی هشت تا معنی مختلف ممکن داشته باشه یه کلمه ممکنه دامنه معناش گسترده باشه یا گسترده نباشه کلمه عادل هم به همین شکله پس ما اگر میخوایم معنی کلمه عادل رو بفهمیم نباید مثلا بریم در ادبیات فارسی دنبال معنیش بگردیم بلکه در ادبیات کتاب مقدس نکته اینه حالا در ادبیات کتاب مقدس کلمه عادل به معنی کسیه که خدا را از خودش راضی نگه میداره عادل کسی است که خدا ازش راضیه ترجمه اه اون کلمه ابری ستیکلو یا کلمه یونانی دکناو ای دوتا اومدن کلمه فارسی پیدا کردن که نزدیکترین کلمه ممکنه بهش باشه یعنی عادل و حالا ما وقتی که کلمه عادل رو میشنویم باید قبل از اینکه به فکر معانیای زبان فارسی باشیم که بله شخص قاضی عادلی بود یا جنبه عدالت را رعایت کرد باید ببینیم در کلام معنیشیه در کلام معنی عادل این هستش که خدا از اون شخص راضیه شخصیه که کاری میکنه که خدا می‌خواد حالا ما در کلام می‌خونیم که هیچ کس عادل نیست همه گناهکارن هیچ کی عادل نیست یعنی چی؟ به اون جنبه کتاب مقدس به اون معنای کتاب مقدس دیکشنری کتاب مقدس نگاه بکنیم یعنی اینکه هیچ کسی از ما انسان ها قو... نت نمیتونه خدا رو کاملا راضی بکنه همه یه جایی قضیهمون میلنگه با قول معروف جای دیگه میخونیم عیسی مسیح عادله یعنی چی؟ یعنی عیسی مسیح زندگیش در جسم که بود با, با ما که زندگی میکرد مانند یک انسان که زندگی میکرد از هر نظر تونست خدا رو راضی بکنه جای دیگه یحیا وقتی که عیسی رو میخواد تعمید بده اول نمیخواد میگه من نمیخوام ایسا میگه بذار تا ادالت انجام بشه بذار شریعت تمام بشه که من از هر نظر بتونم کار درست رو انجام بدم و خدا از همه نظر راضی باشه تو رومیان میخونیم که میگه از انجیل ادالت خدا مکشوف میشه یعنی چه؟ یعنی که خدا کاملا کسیه که میتونه خودش رو راضی بکنه هیچ کس دیگه استانداردهای خدا اونقدر بالا هستش که فقط خود خدا میتونه خودش رو راضی بکنه و برای همینه که عیسی مسیح عادل میاد کارهای درست رو به طور کامل انجام میده و بعد عدالت خودش رو به ماهایی که بهش ایمان آوردیم مجانن میده این است که کلام مثلا در رومیان میخونیم که ما در نزد خدا عادل کرده میشیم نه که عادل هستیم چون جایی میگه شما عادل نیستید ولی میگه به ایمان عادل کرده میشی از دید خدا خدا وقتی که من رو نگاه میکنه وقتی که توی ایمان داره نگاه میکنه میگه که تو از نظر من کسی هستی که تمامی نکات شریعت رو به طور کامل انجام دادی چرا؟ چون که الانه اون قبای عدالت اون ردای عدالت ایسا رو به تنگ کردی وقتی که کلام میگه که ردای عدالت رو ما به تن میکنیم ایسا به ما ردای عدالت میده یا ما رو در عدالت خودش دربر میگیره تمام این استعاره ها به این خاطره که من و شما بدونیم که به قوت خودمون به قدرت خودمون به سبب تلاش های خودمون به سبب کارهای نیک خودمون به سبب زیارت رفتن ها و انفاق کردن ها و روزه گرفتن ها و زکات دادن های خودمون ما نمیتونیم خدا رو کاملا از خودمون راضی بکنیم رحمت خدا میتونه ما رو نجات بده تقریبا همه ادیان به رحمت به یک شکلی معتقد هستن و تمام ادیان به یک شکلی میگن که ما باید به رحمت خدا توسل بکنیم و توکل بکنیم ولی فقط در مسیحه در مسیحیت که رحمت به تنهایی به خودی خود کافی نیست چون ما باید نزد خدای عادل عادل کرده بشیم ما باید عادل بشیم خدا باید تمامی گناهان ما را نه تنها ببخشه اونه که اکثر ادیان به خدای ارحم الراحمین و خدای قفور و اینها معتقد هستن ولی خدا نه تنها باید گناهان من رو ببخشه بلکه باید کاری بکنه که انگار که من تمام عمرم کاری به جز رضایت خدا انجام ندادم خب این دروغه من اه به خودی خود هیچ کاری نت... نتونستم بکنم که تمام عمرم من نتونستم خدا رو را کاملا راضی نگه دارم پس اگر من بخوام فقط به رحمت خدا و بخشایش خدا تکیه بکنم کلان پس معرکه است چون زندگی من زندگی تو هم با گناه و شکست و افتادن و بلند شدن شما هم همینطور ولی زندگی عیسی مسیح اینطور نبوده و اگر عیسی مسیح منو در بر بگیره اگر من عیسی مسیح رو در بر بگیرم اگر اون ردای عدالت عیسی مسیح رو من به تن بکنم انگار این میشه که خدا هر وقت من رو میبینه اون ردای عدالت گذشته من رو مخفی میکنه گناهان من رو مخفی میکنه قلب کثیف من رو مخفی میکنه این یکی از اون صحبت که خواهش میکنم از این گوش نشنوید از اون گوش بیرون بکنید چون این یکی از اون اصولی ترین اه تفکرات مسیحیته که خدا در عیسی مسیح جهان رو با خودش آشتی داد ببینید نکته اصلی این است که ما وقتی که گناه میکنیم تمرد میکنیم تقیان میکنیم ما با خدا دشمنی میکنیم و در این دشمنی ما میتونیم در این جنگ یا تسلیم بشیم و به عنوان عبدالله قرار بگیریم به عنوان برده بشیم بشیم بنده خدا یا میتونیم آشتی بکنیم و به عنوان فرزند وارد خانه خدا بشیم انگار که نه انگار دشمنی وجود داشته چکیده یک کلام مسیحیت این است که خدا ما رو عادل میکنه و این عادل کردن ما به نجات ما واقعیت میبخشه بخشایش و گناهان ما به تنهایی برای واقعی شدن نجات کامل ما کافی نیست بلکه نجات از بخشایش خیلی پهناورتره خدا درسته که میتونست در صورت تمایل گناهان منو ببخشه ولی قضیه نجات به اینجا تمام نمیشه قضیه نجات مستلزم این است که رابطه گسست شده من انسان گناهکار با خدای مقدس پادشاه این رابطه کاملا احیا بشه کاملا از نو درست بشه و خدا به وسیله صلیب نه تنها ما رو میبخشه بلکه ما رو به خودش کاملا آشتی میده و وجه نیکو و عدالت کامل رو به ما باز میگردونه و رابطه رو را ممکن میکنه که سابقا امکان پذیر نبود من به خاطر گناهان خودم هرگز نمیتونم کاملا و بی پرده با خدا رابطه کامل داشته باشم مهم نیست به چه درجه از تصوف برسم مهم نیست که چقدر ریاضت بکشم مهم نیست که چقدر انفاق بکنم مهم نیست که چه مدارجی رو طی بکنم هرگز یک انسان نمیتونه به خدا رابطه کامل داشته باشه مگر اینکه از طریق عیسی مسیح عیسی مسیح عادل بیاد و تمامی عدالت خودش رو یک جا و یک باره به من و به شما بده پیغام عیسی مسیح پیغام انجیل خبر خوش این است عزیزان که عیسی مسیح یک همچین هدیه رو به من و شما میده و این هدیه رو ما میتونیم دریافت بکنیم به وسیله ایمان بله خداوند متشکرم که اینو به من دادی من اینو میخوام دریافت بکنم این هدیه رو همینه نجات مسیح یعنی همین پس نکته چیه؟ نکته اینه که چگونه میشه که خدا عادلانه قضاوت بکنه درست قضاوت بکنه و در عین حال ما رو هم ببخشه کاملا و ما رو هم کاملا نزد خودش پذیرا بشه تنها راهش به زعم کتاب مقدس اینه که خدا ما رو عادل بکنه خطایای کامل ما رو نه تنها ببخشه محوم بکنه و ما رو ب... کاملا مثل یک نفر عادل عین عیسی مسیح که نزد پدر هست ما هم نزد خودش بپذیره این کار تنها به وسیله عادل کردن ما است حالا ممکنه بیننده تیسوش نکته سنج عزیز ایرانی من بگه که خب آقا فریبرز همه اینا درست ا کتاب مقدس رو برای ما بگو این حرفایی که شما میزنید شاید تفکرات خودت باشه آیا در این حرفا کتاب مقدس هم جایی نوشته شده که شما میگید؟ و خب خیلی ممنون که شما این حرفو زدید من میخوام حالا از کتاب مقدس براتون صحبت بکنم بله عزیزم در کتاب مقدس این آمده این حرفا رو این آموزه ای کتاب مقدس رو من میخوام از رومیان یه چند تا آیه براتون بخونم و ببینیم که پولس رسول چیجی میگه راجع به این قضیه پولس رسول میگه که رومیان باب یک آیه 17 میگه که در انجیل عدالت خدا آشکار میشه در اون کار عیسی مسیح در اون خبر خوش ما چند تا چیزه میبینیم یکی اینکه عدالت خدا آشکار میشه گفتم مسئله اون مکشوف شدن خدا اخودش داره. از خودش پرده بر می‌داره از عدالت خودش پرده بر می‌داره از پاکی و قدوسیت خودش پرده بر می‌داره در انجیل در صلیب و بعد یه کاری میکنه که به وسیله ایمان اون عدالت هم مال ما بشه میگه چی از آیه 16 میخونم زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهود بعد یونانی که در آن ادالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان ادالتی که مال خدا هستش به ما آشکار میشه چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست می کند چگونه میتونیم ما زندگی بکنیم به وسیله ایمان به آنکه که ما رو عادل میکنه این موضوع رو یکم براتون بذارید باستر بکنم در فصل سوم فصل سوم آیت 21 به بعد ببینیم چند تا نکته خیلی 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 مهم اینجا هستش <تصفح> میگه چی؟ آیه 21 میگه بدون شریعت الان میشه عادل شد عدالت خدا ظاهر شده لیکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است یعنی آیه 22 یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است چجوری ما میتونیم عدالت خدا رو نه تنها ظاهر شده چجوری میتونیم عدالت مال خود بکنیم به وسیله ایمان به عیسی مسیح اگر به عیسی مسیح ایمان بیاریم اون عدالت خدا همش به ما داده میشه و من امروز به خاطر ایمانم به عیسی مسیح است که کاملا عادل هستم تمامی پاکی عیسی مسیح مال من شده من مسیحی هستم یعنی یک مسیح کوچک وقتی که خدا به من یا به شما ایماندار نگاه میکنه مسیح رو میبینه از دریچه صلیب مسیح رو میبینه و من رو میبینه و شما رو میبینه او نخست زاده از برادران و خواهران بسیاره ادامه میدم یعنی عدالت خدا آیه 22 رومیان 3.22 که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند زیرا که هیچ تفاوتی نیست زیرا همه گناه کردند در این بیماری هممون با هم هم ذات هستیم، هم سو هستیم، هم, هم سر هستیم، هم پایه هستیم رسم تفاوتی وجود نداره در آفتاب سایه شاه و گدا است. در آفتاب قدوسیت خداوند سایه هممون به یک شکل هستش صرف نظر از تحصیلاتمون، صرف نظر از زبانمون، صرف نظر از طبقه ای که بهش تعلق داریم صرف نظر از شغلمون، صرف نظر از جنسیتمون، صرف نظر از سنمون، صرف نظر از تمام این مسائل همه گناه کردیم هممون از عدالت خدا قاصریم هممون به یک جوری پامون میلنگه شما گناه کردید منم گناهکارم پس برای همینه که من شما میتونیم هم حرف بزنیم کسی اینجا از اون یکی مقدستر نیست برای همینه که ما تو مسیحیت نباید چیزی به نام روحانی یا جسمانی داشته باشیم این آقای کشیش روحانیه پس دعاش میگیره اون یکی جسمانیه پس دعاش نمیگیره اینا متعلق به کتاب مقدس نیست کتاب مقدس میگه همه گناهکارن همه هم یک جور عادل میشن به وسیله عیسی مسیح ادامه میدم زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشن آیه 23 آیه 24 و به فیض او مجانا عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه که در عیسی مسیح است فدیه عیسی مسیح ما رو مجانا عادل میکنه برای همینه که صرف نظر از مقاممون صرف نظری که چقدر پول داریم چقدر پول نداریم به کجا تعلق داریم چه زبانی تو خونه حرف میزنیم چقدر سواد داریم صرف نظر از تمام اینها ما مجانا عادل میشیم لازم نیست من پولی بدم لازم نیست کاری بکنم لازم نیست که به زمین و زمان برم و شرق و غرب و دربه نوردم و سیر و آفاق و انفس بکنم و زیارت و دعا و هیچ از لازم نیست ریاضت لازم نیست به فیض او مجانن خبر خوش این عزیزان به فیض مسیح مجانن ما میتونیم عادل بشیم به وسیله ایمان زیرا خدا او را یعنی عیسی را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد اون موضوع مخاشفه ای که گفتم که خدا در, این در صلیب نه تنها ما را نجات میده عدالت خودش را ظاهر میکنه به سبب فرو گذاشتن خطاهای سابق در حین تحمل خدا ما تک تک ما گناهکاری تک تک ما تحمل خدا رو تجربه کردیم چه دونسته باشیم چه ندونسته باشیم علتی که شما تا حالا به خاطر گناهانتون مجازات نشید به خاطر تحمل خداست نه به خاطر که گناهانمون کوچک و بی اهمیته ولی خدا تحمل میکنه و بر صلیب عدالت خودش رو ظاهر میکنه تمامی گناهان من روی عیسی ریخته شد که تمامی عدالت عیسی به من داده بشه که آیه 26 برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود خدا عدالتش حفظ میشه و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد هر کسی که به عیسی ایمان میاره عادل شمرده میشه حالا باز میپرسید نه من هنوز قانع نشدم یه آیه دیگه به من بگید از کلام به من بگید من از کلام براتون بخونم پس حالا که شما گفتید <applause> فصل پنجم رومیان به ما درباره دو تا شخصیت مختلف صحبت میکنه یکی آدم بشره که به وسیله آدم گناه وارد جهان شد و دیگری عیسی مسیح که آدم ثانی هستش آدم دوم هست نمونه دیگری هستش که به وسیله اون نجات وارد شد آدم اول گناه و نافرمانی و اسیان کرد و به خاطر اون دوری ایجاد شد آدم دوم به خاطر ادالتش میاد ادالت خودش رو به من و شما میده که من و شما نزد خدا دخول پیدا بکنیم به وسیله آدم اول ما خروج یافتیم به وسیله آدم دوم دخول پیدا میکنیم به وسیله آدم اول رانده شدیم به وسیله آدم دوم عیسی مسیح دعوت میشیم به وسیله آدم اول دشمنی به وجود اومد مرگ به وجود اومد به وسیله آدم دوم دوستی و آشتی و حیات پیدا میشه آیه 19 از باب پنج زیرا به همین قسمی که به از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند شد پس نکته این است که به وسیله کفاره عیسی مسیح من میخوام فقط یه لحظه برگردیم اقا ببینیم ما راجعه چی صحبت میکنیم ما یاد اون باشه که ما راجعه چی صحبت میکنیم ما کفاره ایسای مسیح صحبت میکنیم اهمیت کهانت ایسای مسیح ایسای مسیح کاهن اعظم ماست او ما رو کفاره کرد لازم بود کفاره بشه به چه دلیل لازم بود وسیله صلیب دلیلی که هست این است که خدا میخواد وسیله صلیب ما رو عادل بکنه یک نوت تغییر عظیمی ایجاد میشه یک تفویز عظیمی ایجاد میشه و اونو ما در دوم قرنتیان باب پنج آیه بیست به بعد میخونیم که خلاصه کار عیسی مسیح این تفویز بود او ادارت خودش رو با گناه ما عوض کرد ببینید من یک مثال میزنم فرض بفرمایید که این من باشم خدام بالا این کتاب هم ما فرض میکنیم که گناهان منه و این گناهان میان من و خدا فاصله انداخته من دعا که میکنم از پایین که میخواد بره بالا به این کتاب به مبانی خدا به عدالت خدا به استانداردهای خدا برخورد میکنه و رابطه من با خدا گسسته شده به خاطر این استاندارد ها سر راه من هستن خدا میخواد من کامل باشم ولی نیستم خدا میخواد من بیگناه باشم ولی نیستم این بر ما ایسا رو داریم فرض بکنی ای عیسی ایسا. ایسا بین او و خدا هیچ مانعی نیست چون پدر و پسر با هم در یک ذاتن تمام ابدیت رو با همدیگه گذاروندن هیچ, را... هیچ گناهی نداره ولی من گناه دارم ایسا میاد بر صلیب گناهان منو میگیره حالا نزد رابطه من با خدا هیچ مانعی وجود نداره چون تمامی گناهان من گرفته شده تمامی عدالت مسیح به من داده شده یه همچین تفویزی شده یک همچین جابجایی جایی شده و این رو ما در دوم قرنتیان باب پنج میتونیم ببینیم باب پنج آیه بیست به بعد آیه 19 میخونم میگه که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد و خطایای ایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد آیه 21 زیرا او را که گناه نشناخت خدا ایسا را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در بی عدالت خدا شویم آم قلاتیان باب سه آیه 21 میگه آیا راه دیگه ای وجود داشت که شریعتی بیاد و ما حیات پیدا بکنیم قانونی بشه اجرا بکنیم و ما حیات پیدا بکنیم میگه که هاشا هم چیزی نیست من من نمیتونم از راه دیگه نجات پیدا بکنم آه... آیه 22 از باب 3 کتاب همه چیز را زیر گناه بست تا وعده ای که از ایمان به عیسی مسیح است ایمانداران را عطا شود کتاب ش... مقدس شریعت خدا <تصح> <تصح> آنقدر سخته اونایی که فکر میکنن که میتونن با دو تا نماز و روزو خوندن خدا رو راضی بکنن واقعا در اشتباه هستن اونایی که فکر میکنن با یک شنبه کلیسا رفتن میتونن خدا رو راضی کنن واقعا در اشتباه هستن اونایی که فکر میکنن که میشه با تکیه بر اعمال نیکوی ما خدا رو راضی کنن واقعا در اشتباه هستن چون شدید انقدر سخته انقدر که حالتی که راه رو بسته هیچ راهی وجود نداره چون یکی از ما نکات شریعت رو بشکنیم داره همه شو که این شد که این راه مسیح برای ما باز بشه و ما بتونیم از طریق مسیح عادل کرده بشیم اون تعویز عظیم و اون تفویز عظیم و ما بتونیم دریافت بکنیم یه <تصفح> این دلیل اول استدلال اول به خاطر عدالت خدا استدلال دوم من راجع به غضب خدا میخوام صحبت بکنم یک مشکلی که برای کشیشای ایرانی هستش این است که راجع به غضب کم صحبت میکنن کشیشای ایرانی عمدتا راجع به محبت خدا صحبت میکنند چون میترسن راجع به غضب صحبت بکنن و بگن که آه هم که آه با, با... روحانیای های دی... دینای دیگه زیاد فرق نمیکنن هم راجع به غذب صحبت میکنن و میان تقریبا به طور خیلی حتی میشه گفت مصنوعی یک چهره خیلی ناز مموشی انعطاف اه... پذیر نرمی از خدا اه... میخوان ترسیم بکنن که مبادا کسی ناراحت بشه مبادا کسی پیغام بشنوه و بگه که نه خب اگه خدا قرار غضب بکنه خب من چیکار خدای مسیحی ها دارم این این اشتباس خدا غضب میکنه خدا بر بی ایمانی ما غضب داره گناه تضاد عمده ای هست با تقدس خدا غضب خدا با قدوسیت و عدالت و رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارن خدا باید گناه رو مجازات بکنه خدا تنها واکنشش نسبت به گناه غضبه نمیتونه نسبت به گناه غضب نکنه و به خاطر غضب او بود که صلیب لازم بود ببینید خدا اگه گناه من میتونه ببخشه ما در توانایی خدا شک نداریم ولی خدا اگه گناه من اینجوری میبخشید نه تنها من عادل نمیشدم که راجب صحبت کردیم بلکه غضب خدا هم فروکش نمیکرد عیسی مسیح لازم بود که یک کانالی رو به وجود بیاره که غضب خدا به طور کامل فروکش بکنه غضب خدا کامل و مطلقه کسی که مشمول اون غضب میشه مجازات کامل و مطلقم دریافت میکنه جهنم جایی بسیار خوفاوریه تنها کسی که میتونه غضب خدا رو به طور کامل دریافت بکنه و تحمل بکنه خود خدا هستش همونطوره که تنها کسی که میتونه عادل باشه خود و خدا هستش تنها کسی هم که میتونه این موضوع غضب خدا قرار بگیره خود و خدا بود. برای همین است که عیسی مسیح اومد تمامی غضب خدا رو بر صلیب تحمل کرد کاملا از خدا دور شد از پدری که از ازل با او بود دور شد برای همین فریاد برآورد که ای خدای من ای خدای من چرا مرا ترک کردی اون فریاد ترک اون فریاد دوری موقعی بود که نهایت غضب خدا بر اون ریخته شده بود خبر خوش چیه خبر خوش اینه که آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارن دیگر خضب خدا را در تجربه نخواهند کرد عزیزان نکته اینه نکته رو خوب دقت کنید خواهش میکنم دق دقای آخر درسه و من میخوام نتیجه گیری بکنم پس خواهش میکنم این نکته رو خوب دقت بکنید ایسای مسیح ادالت کاملش رو به من و شما داده گناهان گذشته حال و آینده من گناهان گذشته حال و آینده شما هرچی چی بخواد باشه بخشیده شده اینک شما در نزد خدا هیچ فرقی با عیسی مسیح ندارید اگه به او ایمان آورده باشه خدا همونقدر که مسیح رو دوست داره تو هم دوست داره خدا همونقدر که مسیح رو میخواد می تو هم میخواد خدا همونقدر که برای مسیح نقشه خوب داره برای منم داره برای شما هم داره و تمامی غضب خدا بر عیسی مسیح قرار گرفت اینک تنها حالتی که خدا برای من و برای شما داره حتی زمان گناه کردن محبته چون تمامی غضب خدا فروکش کرد خدا از دست مسیحی ناراحت نیست عزیز من اگه تو به عیسای مسیحی ایمان داری خدا از دست و عصبانی نیست هر کسی که این غیر از این میگه داره دروغ میگه کلام خدا به ما میگه خدا از ما دیگه ناراحت نیست چون تمامی غضب او فروکش کرده این پیام نجات دهنده است این پیام فیزه این پیام ما رو را راحت میکنه میگه آخیش من میتونم بدون ترس و لرز به حضور خدا برم چون تمامی غذبش فروکش کرده اون کشیشایی که راجب خدای محبت زیاد صحبت میکنن علتش اینه علتش اینه که میدونند که خدا بر انسانها دیگه غذب نداره به خاطر عیسای مسیح پس من تشویقتون میکنم که دفعه دیگه که راجب صلیب تفکر کردید عکس صلیب رو دیدید علامت صلیب رو دیدید یا صلیب به گردنتون انداخته یا چی یادتون باشه که بر صلیب خدا غضب خودش رو بر پسر یگانش عیسی مسیح ریخت که اون غضبی که من و هیچ انسان دیگه قدرتش رو نداشت و اون غضب کاملا فروکش کرده و من و شما امروز آزادیم من و شما امروز در عدالت کامل عیسی مسیح زندگی میکنیم من دو تا نکته دیگه میخواستم راجع به این قضیه بگم ولی وقتمون در تمام میشه پس من تشویق دوم میکنم که راجع به این قضایا فکر بکنید راجع به اون تفویض کار خدا خداوند عدالت خودش رو به ما داد خداوند گناهان ما رو برداشت و عدالت کامل خودش رو به ما داد در سلیم. و خداوند به خاطر محبتش به خاطر محبتش به تو دوست من به خاطر محبتش به من به خاطر که دوستمون داره غضب خودش رو کاملا فروکش کرده اینک تنها واکنش خدا به شما به گناهتون محبت خدا شما رو دوست داره اینو فراموش نکنید آمین